هشتمین روز خرداد ماه برابر با 29 می سال 1176 خورشیدی برابر با 1797 میلادی. در گذشت آقا محمد خان قاجار، اولین پادشاه قاجار که با شکست حکومت جانشینان کریم خان زند به حکومت رسید. او تهران را پایتخت خود قرار داد و با لشکرکشی‌های متعدد توانست ایران را یک پارچه سازد. بعد از وی برادرزادش فتح علی شاه به حکومت رسید. سال 1286 خورشیدی برابر با 1907 میلادی، آغاز انتشار روزنامه سور اسرافیل از جراید معروف و مهم صدر مشروطیت توسط جهانگیر خان شیرازی و قاسم خان تبریزی با همکاری میرزا علی اکبر خان قزوینی معروف به ده خدا. این روزنامه که با هدف تکمیل معنی مشروطیت و حمایت از مجلس شورای ملی راه اندازی شده بود، در ابتدا تنها هفته یک بار منتشر می شد، اما کم کم با افزایش تعداد روزهای انتشارش به یک روزی نامه تمام عیار مبدل شد. مهمترین و جذابترین بخش روزنامه سور اسرافیل را ستون فکاهی آن تشکیل می داد که با عنوان چرند و پرند و به قلم علی اکبر خان قزوینی معروف به ده خدا و با امضای دخو نوشته می شد. ده خدا مطالب سنگین انتقادی و سیاسی را با روش طنز در مقالات خود منتشر می کرد و چون این نوع نوشتار تا آن روز در ادبیات ایران سابقه نداشت، سبب شد تا مکتب نوینی در عالم روزنامه نگاری و نثر این کشور پایه‌گذاری شود که به دور از الفاظ مسجع، پرتکلف و خالی از سود و اثر بود. سال 1313 خورشیدی برابر با 1934 میلادی، قانون تأسیس دانشگاه تهران توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید. بنابه اعتقاد گروهی، فکر تأسیس دانشگاه تهران نخستین بار در سال 1305 و توسط دکتر سنگ نماینده مجلس مطرح شده، وی ابراز علاقه نموده بود که یونیورسیتی که آن را میتوان دارالعلوم بنامند در یک فضای وسیع حدوداً 80 تا 100 هزار ذرع مربعی ساخته شود و شعبه علوم و فنون گردد. از همین رو 5 سال بعد وزیر دربار وقت عبدالحسین تیمورتاش از طرف رضا شاه عیسی صدیق را مأمور می‌کند تا به ایالات متحده آمریکا سفر کند و پس از مطالعه در تأسیسات علمی دنیا طرحی برای تأسیس دانشگاه در کشور ارائه دهد. دکتر محمود حسابی که یکی از افرادی است که در آن دوران به شدت تلاش می‌کند تا دانشگاه تهران تأسیس شود، پس از آنکه از اقناع کردن وزیر معارف وقت مأیوس می شود، به دیدار رضا شاه می رود. برای رضا شاه طرح تأسیس دانشگاه تهران را شرح دادم و شاه پرسید که چه شود. عرض کردم به جای آنکه جوانان ما به فرنگ بروند، در مملکت خودمان دکتر و مهندس آموزش دهیم. و رضا شاه باز پرسید که چه شود و عرض کردم این جاده ها و راه آهن را که آلمان ها می سازند مهندسین خودمان بسازند. و شاه بسیار استقبال کرد و گفت بروید طرحتان را بنویسید، به مجلس می گویم رأی بدهد.